人，叫万岁，万来求天意，万来求月，燃起吧。اکبرپور، منفرد، توکلزاده، جوهری، جوهرپناه، مشیر، خانواده بیرجندی، خانواده حقگو، اسفندیارزاده، شادپور، اصل یاری. عمو جونم چند تان؟ 58 خانواده، حالا مونده. عمو 58 خانواده، ما میخوایم بریم خواستگاری؟ بله، چیکار کنم؟ 37 اینا رو مرتاش خانم انتخاب کرده، مثل که جزء فک و فامیلای خودشه. 21ش هم پوران خانم، زن آقای تابیده. چاره چیه؟ بالاخره از تو این همه خانواده یکیشون واسه انتخاب کنی، واسه زندگی آیندهت خانواده تشکیل بدی. عمو 57 تا خانواده، منو میخوای ببری خواستگاری عمو؟ 58 تا. 58 تا. بله. خب مگه بده؟ مگه عیبی داره؟ کار ثوابه دیگه. میری خواستگاری، بالاخره یکیشون رو واسه انتخاب بکنی یا بپسندی. عمو حالا قبل از اینکه بقیه‌اشو بخونی من یه چیزی رو بگم، شما گوش بدی. بفرمایید، بگی. اصلا هیچی، همه تو حیات نشستن؟ بله. خب اصلا یه دو دقیقه نوکر تمام جون، پاشو بریم، من میخوام خیال همه رو راحت کنم، یه چیزی بگم خیال همه راحت بشه. در رابطه با همین خانواده ها؟ بله. بفرمایید. دوستان و همسایگان محترم، ضمن عرض اینکه همتون رو دوست دارم، میخواستم یک چیزی رو خدمت همتون بگم. الان عمو با من یه صحبتهایی کردن که من اجازه خواستم به عنوان عضو کوچکی از این ساختمان بزرگ یک چیزی رو خدمت همتون بگم. من توی این مدتی که توی این ساختمان زندگی کردم، گرچه مدت کمی بود، ولی به همه شما عادت کردم، همه شما رو از صمیم قلب دوست داشتم و در پس اندیشه ذهنم علاقمند به همتون بودم و ولی باز با تمام این تفاصیل دوست ندارم که اینجا مزاحمتی برای کسی داشته باشه. چقدر به خانواده آقای تابنده عادت کردم و چقدر علاقمند بودم که همسایه شما هستم، به خصوص پژمان عزیز که اینک در بین ما نیست، گویا نیست، و خانواده آقای غلام که خیلی ارادت دارم بهشون، عموی عزیزم که خیلی زحمت کشیدیم که ایشون تشریف بیارن اینجا. ولی باز لازم به ذکر است که دوست ندارم که کسی فکر کند من میخواهم از شرطی که آقای تابنده گذاشته سرپیچی کنم. نه، من نمیخوام از شرط بگذرم. پس به خاطر همین من میخوام اسباب کشی کنم و ناراحت نباشید، دیگر یک جوان مجرد در ساختمان شما زندگی نمی کند. متشکرم، دیگر حرفی برای گفتن نیست. آقا بیروز، یه ساعتونیم حرف زدیم. شما چرا از جانب ما تصمیم میگیرین؟ بله، از نظر ما رفتنتون هنوز قطعی نیست. ما یه کارایی کردیم، با مهتاش خانم 58 خانواده رو صحبت کردیم و قرار شده که بریم دیدن دختراشون، برای اینکه شما ایشالا سر و سامون بگیرین و بالاخره یه وصلتی انجام بشه. ضمناً از این 58 تا 21 نفرشون رو من هماهنگ کردم
که خیلی هم برام مهمن و آبرو دارم جلوشون. بله. ایشالله حالا به زودی بالاخره یه وسطی انجام میشه، شما هم میمونید در اینجا. نگران نباشید. خانم ایشالله. خانم آقای تابنده، من 58 نفر که چیزی نیست. اگر 580 هزار نفرم هماهنگ کرده بودین با عرض پوزش، باید خدمتتون عرض کنم که من دیگه میسر نیست برای من ازدواج دوباره. من دیگه نمیتونم. من در همونطور که عرض کردم در پس اندیشه ذهنم هنوز ازدواج قبلمه و واقعا نمیتونم فراموش کنم همسر. حالا گله نکن. شاید نمیتونی دیگه. چه اصرار آقا غلام؟ اگر بار گرام بودیم و رفتیم. اگر گریه نکن آقا غلام. خیلی. اگر نامهربان بودیم که رفت. خیلی خوب. ببین آقا بهروز، من میدونم خیلی برات سخته، ولی نگران نباش. من قول میدم بین این همه دخترها بالاخره یکی پیدا میشه که جای سارا رو برات پر کن. بله. خب دیگه من میخواستم از پیرمرد زحمتکش شریفی که در ساختمون ما کار میکنن و من روزهای خیلی خوبی رو با ایشون داشتم و ایشون محبت‌های فراوانی داشتن، چه شب‌هایی که تا صبح نشستیم فوتبال با هم نگاه کردیم، چه روزهایی که برای من چای آوردن و در حیات از من پذیرایی کردن، چقدر زحماتی که تو این ساختمون کشیدن. کسی نیست جز آقا عزت گل، اون شخصی که میگفتم. آقا عزت اصلا ناراحت نباش از اینکه میرم و دلت رو به درد نیار، برای اینکه بازم بهتون سر میزنم. آقا عزت متشکرم. فقط تو یه جمله میتونم بگم آقا عزت متشکریم. آقا عزت با شما بودم، اینا که گفتم همش در مورد شما بود. اصلا ناراحت نیستم. خدافظ. خیلی خوب، ما دیگه بریم بخوابیم. شب بخیر کاپیتان. کجا آقا عزت حالا نشستی بابا؟ سر شبه. ما که خدافزیمونو کردیم دیگه، بریم بخوابیم. دزه، فردا بعد از اسباب کشی را پله هارم خودت تمیز کن. چشم عزت جون، تصدقت. شبت بخیر، خوابای خوش ببینی. خدافز. چرا؟ آقا بهروز که تکلیفشون رو روشن کردن دیگه، شما هم خدافزیتو بکن که ما هم باید بریم یواشکی. بله دیگه. خب به هر حال متاسفیم آقا بهروز اینجوری شد. اجازه بده من روی ماهتم ببوسم برای آخرین بار. متشکرم. خیلی ممنون. متشکرم. عجب آدمایی هستین شما. ببین دیگه بوس نمیخواد. بوس نمیخواد. خدافظ. آقا اگر بار گره نخون آقا با تو. آقا یواش بیا اینجا، با تو کار دارم. کی من؟ آره دیگه، مگه به جز تو جکی دیگه هم داریم؟ همون دیگه. نه بلش کن، با تو کار دارم. چی کاری داره؟ بفهم. خیلی خوب باشه برو. شما فکر میکنید برو دو چی کاری داره؟ تو این فرصتی که میرم یه لحظه، مثل که خانم فرامرزی کاری پیچ اومده. خب تو این فرصت عمو جان واقعا که زشته خورده این صحبت. مسئله نیست، ایشالا جای خوبی پیدا کنی. برو. برو. بله بله، من آشنا دارم. آره. کاپیتان بفرمایید چه. من خیلی خوشحالم غلام جان. این قانونی که گذاشتی آقای تازه. بله. آقا جکی، من اومدم با تو خداحافظی بکنم. در ذهن بهت بگم هر جایی که رفتی، هر خونه‌ای که پیدا کردی به جز این خونه، امیدوارم خوشبخت بشی، سعادتمند و با موفقیت زندگی کنی. خانم فرامرزی، اینا رو که تو جمع هم میتونستیم بگیم بابا. نه مادر جون، میخوام یه چیزی که بهت بگم. چی؟ یه چیزی که میخوام بگم، اینو نمیخوام فقط بگم که. خب بگیم. ببین اینطوری که من شنیدم، این آقا جلال و اون پوران خانم تصمیم گرفتن تا روزی که تو میری این خونه و خونه خواستگاری، با تو کاری نداشته باشن، همینجا تو این خونه زندگی کنی. اونو که میدونم، چیکار کنم یعنی؟ نه مادر جون، میدونی تو هر جا میری خواستگاری ها، بعد بیا بیرون بگو دختره رو نپسندید. نمیشه که خانم فرامرزی، به هر حال این همه جا میریم خواستگاری، باید یکیشو قبول کنم دیگه. مادر جون ببین من بهت چی میگم، حرف منو قبول کن. تو فامیلا مگه به جز 58 تا
چند تا دختر دیگه دم وقت هست. من چه میدونم؟ آره نیستن، همینقدر. ما یکی یکی میریم اینا رو خواستگاری. مدت هاتون میکشه دیگه. فهمیدی؟ وقتی که اینا تموم شد، اون وقت دخترهای دم وقت سالی مایی یه دونه پیدا بشه. فهمیدی؟ بعد ما میریم اونا رو خواستگاری، سالی یه دفعه میریم برای این خواستگاری، ما یه دفعه میریم برای اون یکی خواستگاری. همینطوری طول میکشه. اونا هم با تو کاری ندارن، همینجا میمونی. موافقی؟ بگو موافقم. من صلاح میدونم، هرچی من میگم حرف منو گوش کن. باشه؟ الان بهشون بگم. باشه باشه، دست در نکنی، ببینیم خبر بدیم. 50% اومده پایین. باریکلا. بالاخره میدونید. مبارکه. سلامتی. چی شد مهدش خانم؟ اتفاقی افتاد؟ بله. آقا جکی تصمیم خودشو گرفته. تصمیم گرفته ازدواج کنه. از فردا من شما پوران خانم باید برنامه خواستگاری رو شروع کنیم. به به. بروز جون ماچو بده منم. به تبریک میگم. در زم با خاطره ساندویچ فرودگاه لندن نشوندمشون میرفتن. آره انشالله که مبارکت باشه، به پای هم پیرشین، دارای فرزندان خیلی خوب و رشیدی بشین. کاپیتان هنوز که خبری نیست پیر بشن. بله آقا بهزاد، بله. بالاخره قدم اول ازدواج خواستگاریه دیگه. آقا جون خواستگاری رفتن که تبریک و بوس کردن نداره. شما لیلی به لالاشی زاری. بابا جلال این چه حرفی شما میزنی؟ اول باید برن خواستگاری، بعد ازدواج میکنن دیگه. آب روز مبارکه. خیلی متشکرم خانم، زحمات شما و خانم فرمرزی فراموش نمیکنم. مرتاش خانم دست شما درد نکنه. فقط میشه بگی چی گفتی به این اخویزاده ما که قبول کرد؟ والا ما از بس گفتیم زبونمون مو دره بود، آخرش هم سنگ رو یخ شد. همیشه کارو از دست نادان بگیری و به دست کاردان بدی، همه کارا به خودی خود درست میشه. بله خب دیگه ایشالله فردا قرار مداراتون رو بذارین و کاراتون انجام بدین که از پس فردا آقا بهروز برن خواستگاری. چون تعداد زیاده حداقل واسه روزی 7-8 جا بریم. خلاصه سعی کنید که کارا عقب نیفته. روزی 7-8 جا فکر نمی کنین زیاده آقا جلال؟ نه آقا بهروز، نه نه اصلا هم زیاد نیست. من و مهتاج خانم همه هنگی های لازم رو می کنیم، کارتون انشالله انجام میشه. موافقی؟ بله 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 بله. مبارکی. مبارکی. به سلامتی آقا داماد کف مرتب بذارید.
بله. یعنی برنامه روز اول جلسات خواستگاری آقای بهروز پیرپکاجکی، خانواده های آمری، صادقی، حقگو، منفرد، پارسایی، قیدی، دشتبان از بزرگترهای ساختمان که مایل به شرکت در این مراسم هستن دعوت به عمل میاد برای تعیین هیئت همراه رأس ساعت 8 امشب در حیات حضور به. یعنی چی؟ دلشون میخواد میکنه. عمو 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 در خونه بازی گرفتی خوابیدی؟ عمو عمو چی بفرمون؟ عمو بفرمایید، خروجی بیمار بفرمایید. چیکار دارید؟ عمو در خونه رو حداقل باز نذار، میخوام اینجوری یکی میاد. من خواب ندارم، داشتم جدول حل میکردم، داشتم چرتم بود. عمو خدایا اصلا خواب خوابی، من این چیزی بگم حواست هست؟ عمو این یه دونه از این کاغذها زدن جدول زمانبندی خواستگاری برای من، کی زده اینو؟ بعد بزنه اینجا، من خودم گفتم. کندمش من. برای چی؟ خب یعنی چی؟ اما شما دیگه قضیه رو خیلی جدی گرفتی. من خودم گفتم بزنن که ما تکلیف خواستگاری رفتنها رو بداریم. تعدادش کم نیست، 58 خانواده است. همون قربونه. کی این کارو کرده؟ من گفتم بزنم. اما یه دقیقه حواست هست من یه چیزی رو بهت بگم، قضیه رو حلش کنم. ببین اما من خودم به مهتاش خانم گفتم. اما حواست هست؟ آره. هست؟ آره. ازدواج امر مهمیه، بدون برنامه ریزی که نمیشه تصدقه. من خودم ازشون خواهش کردم اسم خانواده ها رو بنویسی بزنی اینجا که روزی 7-8 رو بتونیم بریم خواستگاری. اما یعنی چی؟ خب شما خودتون دارین برای من تصمیم میگیرین، من نمیخوام آخه. اما برو تو حداقل بخواب بابا. این چه وضعی با این وضعیت؟ یکی ببینتت که خیلی بده که. برو بخوابم اونجا. شما نگران نباش. چشم. هر چی شما بگید. بفهم. برو بخوابم. کارت چی بود؟ کارت. میگم که هیچی. من کارم بعدم میگم به تو. برو بخوابم. چه موزرم خواب مردم شما. بچه جون. شما حالا برو بخواب. ببخشید. معذرت میخوام. در رو فقط قفل کنم. امو. امو. این بر این بر خونه. وای وای وای. ما رو باش اومدیم به کی مشکلمونو بگی. دیگه شورشو در آوردیم. گیری افتادیم ما. یعنی چی؟ سلام خانم فرمایید. سلام آقا داماد گل، چطور شد یادی از ما کردی ها؟ خانم فرمایید ببخشید. من مثل که شوخی شوخی داره همه چی جدی میشه. بله. من اصلا توی این مایه ها نیستم. ببینید من اومدم همین الان خدمت شما اعلام انصراف بدم. من پامو هیچ جا برای خواستگاری نمیذارم. تمام. تو بی خود شدی. مگه مسخره بازیه؟ یه روز میام یه روز نمیام، این میام این نمیام. مردم مسخره تو هم؟ ما با 7 خانواده محترم فردا قرار گذاشتیم. باید هر هفته رو بیای ببینی. فهمیدی یا نه؟ من همین الان از نیومدنم اعلام انصراف میکنم و هر هفته جایی که قرار گذاشتین رو با کمال میل میام. تمام. خیلی خوب، برو. روز بخیر آقا. روز بخیر. ببرت بخانم. بفرمایید. خیلی خوب. این ملایمت سرش نمیشه که. سرانم قول میدم اینجا نمیره. نمیخوام برم خواستگاری عزیزم.
دادم به این زندگی با خونه رو ببینید. نمیخوام در نمیخوام. سارا با کشنم هم بهت قول میدم نرم خواست دارم. زوره نمیخوام زن نمیخوام. سلام بروز. سلام بجمان جان. بیا تو. نه خیلی ممنون. داشتی پیاز پوست میکندی؟ نه. پس تنهایی نشسته بودی داشتی گریه میکردی؟ اصلا بهت نمیاد از این بچه لوسا باشی. نه بابا گریه چیه؟ من مرد مگه گریه میکنه؟ تو هم میخوره درست حرف بزن. آقا چشات خیس عزیزم. من داشتم سیب زمینی پوست میکندم. از کی داره سیب زمینی چشا رو خیس میکنه اشک در میاره؟ نه آخه پژمان جان من چشام حساسه، بعد موقع که هرچی پوست میکنم چشام اشک میاد، مثلا خیار و پرتقال هم پوست میکنم چشام اشک میاد، چه برسه به سیب زمینی که خودش یه پا پیازه. حالا چیکار داری؟ هیچی بابا، همه تو حیات منتظر شما نشستن، دارن برنامه خواستگاری فردا تو میچینن، نمیخوای بیای؟ نه من نمیام، فقط بهشون بگو که هر برنامه‌ای که چیدن من هستم دیگه. باش خب بهشون بگو من سیب زمینیم رو گازه، نمیتونم بیام پژمان جون، برم آخ آخ فکرم سوخ. برو بهشون بگو من بیام. برو دیگه. نمیخوام برم خواستگاری. اینجا نمیخوام برم، نمیرم، زود میگرم از به من. با این صحبتهایی که کردیم حالا به نظر شما بد نیست ما بدون پدر مادر آقا بهروز بریم خواستگاری؟ برا خانم شما مثل که متوجه نیستین، این که خواستگاری اصلی نیست، این خواستگاری مقدماتیه. بله درست میگه آقا غلام. در ضمن اخویه بنده یعنی ابویه بهروز جون به همراه خانمشون مدتیه که کسالت دارن و یه خوردم بالاخره سناشون بالاست، نحیفن و ضعیف، اصلا کشش 58 خواستگاری رفتن رو ندارن. من پیشنهاد میکنم که ما خواستگاری ها رو طبق برنامه میریم، بعد هر کدومش که اورکی شد اوکی آقا. بله. اوکی. بله. یعنی قبول شد. بله. هر کدومش که به قبول رسید یعنی قرار شد که حتما این خانواده رو انتخاب کنیم برای اینکه بهروز جان مزدوج بشه، 100% که منده اخویمو به همراه خانمشون خواهش بکنم بیان که بله. توی خواستگاری نهایی حضور داشته باشن. البته کاپیتان که باشن دیگه کسی لازم نیست. تشکر، قربونت برم عزت جون، خواهش میکنم. بله کار دست کاردون افتاده، ما خیالمون راحته. متشکرم. آقا عزت، البته شما درست میفرمایید، حضور کاپیتان پیرپک هاجکی به عنوان عمویه عمو. بله منم منظورم عمو بود، عموی آقا بهروز. بله. به حد کافی کفایت میکنه. درست. منتها جهت اطلاع شما در این مراسم رسمه که همیشه یکی دوتا بزرگترم حضور دارن، بلخص پدر و مادر آقا بهروز باید باشه. درست. بله من و آقا غلام که جکی رو مثل بچه خودمون دوست داریم. اصلا بزرگش کردی. بله بزرگش کردی. بله ما باید حتما تو این خواستگاری باشیم. این حرفا بله. چیه مهتاش خانم؟ ما که اصل کاری هستیم. بله ما اصل کاری هستیم. بله. طبیعیه که ما، یعنی منظورم من و آقا جلاله، ما هم باید بیایم به خاطر اینکه تعدادی از این دختر خانوما رو ما به هر حال انتخاب بله. کردیم، از بستگان ما هستن. 21 خانواده. 21 خانواده. بله.
خوب یادتون مونده. بله بله، چون خودم نوشتم. بله و در ضمن اصلا عروس ایشون میخواد بیاد در این خونه زندگی کنه. بله. خب ما باید باشون آشنا بشیم ببینیم که به در چه شرایطی هستن. بله. ایشون بله. پس ما هم یعنی میاییم. بله بله. بله. خب پس با این حساب شدیم بنده و پوران خانم. بله. آقا غلام و مهتاج خانم. بله. آقای پیر پکاژکی بزرگ. بله. و بهروز خان. بله. خوب دیگه. بله. منم میام. به سلامتی شدیم هفت نفر. من فکر میکنم که آقای عزت که رو سر ما جا داره. بله. من فکر میکنم که فقط میمونه پژمان جون. حیف نیست ما بریم سیزده به در، چون این خواستگاری هایی که ما میخواییم بریم خودش مثل یه سیزده به در. پژمان جون نباشه تو این سیزده به در. اصلا شما کاملا درست میگین کاپیتان، به دلیل اینکه پژمانم باید بیاد این مراسمو از نزدیک ببینه و آشنا بشه، چون به هر حال مثل اینکه یواش یواش نوبت اونم میشه دیگه. انشالله صد در صد صد در صد پژمان جون باس باشه، چون بالاخره یه جوری برای اون ترکاد دیگه. بابا پژمانم اومد. سلام. به به داماد آینده. بابا بهروز جان کجا هستن؟ چرا نیومدن پایین؟ والله آقا بهروز گویا داشته سیب زمینی پوست میکنده، چشاش عشق اومده. سیب زمینی؟ می سیب زمینی گریه ده ما تالش رو گیرم. من نمیتونم بیام. گو من نمیتونم بیام، هر تصمیم شما بگیری من قبول دارم. آفرین. آقا این بهروز کارش هیچ اعتبار نداره. من میگم نکنه فردا یه بامبول دیگه دوباره در بیاره. بله. اختیار داری غلام جون. بامبول چی؟ من به همتون قول میدم فردا خودم از صبح میارمش تو آپارتمان خودم، لباسشم میگم بیاره اونجا. جفتی با هم دیگه آماده میشیم، نمیذارم جایی هم بره. تا غروب که قرارش بریم خواسته. دست درد. فکر خوبی. به سر وضعش برسینا. خیالت راحت باشه مرتاش خانم. دست درد. از میکانیکی بیاد که نباس بره خواستگاری. بله دیگه. بله. اول تیپ میزنه. بله. هم خودم هم خوده. بله بله. بعد دم غروب آماده، حاضر آماده، شیک، ترتمیز، مثل دست گل. دست در. دم در ورودی و خروجی خونه. تحویل ما میدیم. تحویل شما میدیم. پس ایشالله یادتون باشه، فردا غروب همه دم در خونه باشیم. باش. دیگه. فقط ناشه. فقط میمونه آقا غلام، گل و شیرنی، عزت جون زحمتشو. کاپیتان، اینو شما ناراحت نباشید. من گل و شیرینی رو میخرم، خودم اون وقت با بهروز حساب میکنم، نگران نباش. باریکلا زنده باشی آقا غلام. راست راست شیرینی شما گرفتین؟ بله بده. خیلی خوشمزه است. نه خواستم یکی دیگه بخورم. حالا که بدون اجازه یکی برداشتی. تعارف کن به همه. همه آره تعارف. بله دیگه بایستی که تعارف کرد چون جاشه. ان شاء الله که مبارکش باد. دست شما ان شاء الله مبارک باشه. آقا عزت بفرمایید. چش اش بفرمایید. بفرمایید.
بتابیده؟ آقا غلام، بابا بریم، شب شده. به به، ما فکر کردیم فقط خودمون تیپ زدیم. آقا زد چیکار کردی؟ شما همیشه خوش تیپ هستید، کپتان. نوکر شما این. یعنی باید هفت تا جعبه شیرینی با هفت گل رو بدیم اونجا؟ نه دیگه آقا، نه آقا بذار. این هفت تا شیرینی رو میذاریم تو ماشین بابا. نه، اینو میذاریم تو ماشین خودم. بله، اینو میذاریم تو ماشین رفیقم. اونم میذاریم تو ماشین بابا. هر جعبه یکی یه دونه. آقا، دست گل خراب نشه. آقا، هلا بده. شب شما رو شما. این دایره شما. آقا، دیگه. دیگه بابا دیر شد. آقای تابیده شوم شد قربونه بگو گلو بذار اینجا شما گلو بذار اینجا یا آقا جلال در این صندوق آقا واقعا آقای تابیده باید پر با بگو شنکو آقا نزل اون صندوق بگو شیرنی ها رو بیارین اینجا خراب نشه بابا رام افتاد این افتاد نباش خراب نشه. گلو تک سرده بود. گلو در منا رو گل کردی. گلو خانم بخیر. شوم شد. خانم عجله کن. هفت شو باید بری. بیا بالا دیگه عزت جون. بیا بالا. نشست آقا بریم. برو آقا برو. چه نیست شما بزنم تو جیبم خب حالا کاش که آماده باشه بری ببین اگه آماده است تو دیگه مهرو بهروز آقا بهروز بهروز پس چرا در رو وا نمی کنه آقا جون یا خوابیده یا داره دوش میگیره محکمتر بزن شاید باز کرد بهروز 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 بابا دیر شد آبرو بله. من رفت چرا نمیان خوابیدن شما صداش کن شای جواب عمو جون بروز دره واکن دیر شد من میدونستم میدونستم این آقا جکی خواستگاری بیا نیست زود باش بیا بیرو ببینم وای مادر جون داد زدن فایده ای نداره با این دادی که شما زدید اگرم قرار بود بیاد نمیاد بروز جون عمو قربونه در رو یه دقیقه واکن اگه نخواستی خواستگاری هم بیاد این مسئله ای نیست نه یا فقط یه دقیقه در رو واکن حرف منو گوش کن اگه قانع نشدی دوباره در رو ببند ها؟ بروز جون مسئله آبروه ها کاپتان انقدر لوسش نکنی بروز جون اما قربونه
در رو واکن، یه کار خصوصی باد دارم. میگم نکنه از خونه زده بیرون. نه خونه زده بیرون یا پلنگ رو بسته. من از صبح تا نیم ساعتی بیشتر همه در بودم، اصلا از خونه بیرون نیومده. نه آقا عزت، نیم ساعت پیش که شما لباس پوشیدی من داشتم به ماشین دوستم میرسیدم، اصلا نهیدم بره بیرون. نکنه خدای نکرده بلایی سرشون اومده باشه. چه بلایی مادر جون؟ نمیدونم، مثلا گاز باز مونده باشه. خاک به سرم، نکنه یه بلایی سر خودش آورده. با من آخرت باشه همون بهش. یعنی بروز بروز ای بدبخ شدم بیچاره شدم بروز جمون برگ شدنم بلایی مادرت بدنم داشت کجایی که بچه جمون برگ شد سی سالش بودم آقا میدونم سی سالش آی ببینم نزن خودت بروز خودت این بیچاره هنوز گله گرفته امالت بود شغلم بابا شقه منو میگیره بروت خودت از بین برده بس کن دیگه بس کن سرم درد گرفت دارم بدن خلا قیا 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 آقا بس کن دیگه این آسفا رو خراب کردی بچه بازی داره برده آقا غلام خب من عموشم آقا بابا جان اول مطمئن بشین که مرده بعدا اینجوری عزاداری بکنین چه وضع شما مادر دیگه مردن از این مطمئن تر مردن که دیگه شاخ دوم نداره اگه زنده بود تا حالا در باز کرده بود این چه حرفیه مهتاش خانم شاید غش کرده شاید از حال رفته همینجوری میگی مرده عزا میگه بیا کنار آقا بذار من تکلیف این در روشن میکنم الان یواش اجازه بده آقا بشما آقا بشما عزیزم قربونت برم حالا خوبه صاحب ملکی در خورد میکنی تکلیف روشن کنی هر کاری راهی داره استرالی آخه اجازه بده آقا واسه من کاپیتان چیکار میکنه بفرمید جادوگری وای چه اتفاقی افتاده کجا آقا بروز ای بابا بروز بروز جون عمو بروز وای به حالت اگر بفهمم سالمی اگه سالم باشی دستم بیفتی خودم میکشم سب کن غلام جون غلام با جنازه اینطوری صحبت نکن اموش ناراحت میشه آقا برزاد چیه مرتش کنم برو جو همو آقا برزاد من اون برای گشت اون بر نبودا چی شد آخه دست میزن باید پلیس رو خبر کنی راست میگه پلیس بسن سب یه بویی نمیاد حتما لاشر چجو افتاده بو گرفت وای نزو ای بابا زمونه تو گاز میگی آقا زن بگردیم ببین کجا افتاده آره تو اتاقا آقا این بوی آشغالاست اونجا چی میگی شما لاشوبر در آشغالا رو باز گذاشتم که رفته من بوی